نشستی با عنوان تبدیل حاشیه نشینان به جریان اصلی، اقلیت بودن در بین اقلیت، به میزبانی انجمن دانشجویان مسلمان، سازمان مسلمانان سیاه پوست و مرکز اسلامی دانشگاه نیویورک در این دانشگاه برگزار شد. به گزارش شیعه ویوز و نقل از پایگاه تلارسانی دانشگاه نیویورک، در این نشست جمعی از دانشجویان شیعه سیاه پوست به بیان تجارب خود به عنوان یک گروه اقلیت پرداختند. نوال علی، یکی از دانشجویان، زمانی که ساکن کنیا بوده به عنوان یک مسلمان شیعه احساس جدایی از جامعه نمی کرد و اکنون که دانشجوی دانشگاه نیویورک شعبه ابوظبی است و این ترم در نیویورک تحصیل می کند می گوید هویت او به عنوان یک سیاه پوست و زن مسلمان از سوی دیگران به چالش روبروست. این دانشجو افزود وقتی در آینه خود را نگاه می کنم یک زن مسلمان سیاه پوست را می بینم، اما 5 سال قبل فقط یک زن مسلمان را می دیدم. نوال علی تصریح کرد یکی از موضوعات اصلی که مسلمانان سیاه پوست با آن مواجهند سوالاتی است که به خاطر ظاهر آنها پرسیده می شود. هرچند در گذشته گاهی احساس می کردم که بخشی از جامعه اکثریت نیستم، اما به نظر من متفاوت بودن نقطه قوت است. از سهیدره یکی دیگر از دانشجویان نیسته سخنانی تصریح کرد دانشجویان اهل تسنن می توانند با حضور در مراسم دانشجویان شیعه به آنها نزدیک شوند. حتی نماز خواندن در کنار یک شیعه یا صحبت کردن با دانشجویان مسلمان سیاه‌پوست در یک مراسم می تواند باعث شناخت بیشتر از همدیگر شود.